عربستان سعودی با ادعای عضویت عبدالمجید النمر در القاعده وی را که مدت‌ها در زندان به سر می‌برد اعدام کرد، در حالی که سازمان‌های حقوق بشر این اتهامات را رد می‌کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روز شنبه 17 آگوست 2024 مقام‌های سعودی حکم اعدام زندانی عبدالمجید النمر ساکن شهر عوامیه در استان شیعه‌نشین قطیف را اجرا کردند. به این ترتیب اعدام او در ردیف 10 مورد از اعدام‌های سیاسی بازداشت شدگان این استان شیعه‌نشین قرار گرفت. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه رسمی مدعی شد که دلیل اعدام عبدالمجید النمر عضویت وی در گروهی وابسته به سازمان تروریستی القاعده بوده. اما سازمان‌های اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی در عکس العملی به این اعدام سیاسی تأکید نموده که عبدالمجید النمر از شیعیان شهر عوامیه واقع در استان قطیف است و این ادعای واهی اعتبار اتهام‌های مطرح شده را کاملا زیر سوال می‌برد. این بیانیه خاطر نشان کرده که وزارت کشور عربستان سعودی به وضوح نوع حکم را مشخص نکرده که به همین دلیل احتمال غیر واقعی بودن اتهام‌های مطرح شده و سیاسی بودن اعدام را افزایش می‌دهد. این سازمان تأکید کرد که اظهارات وزارت کشور عربستان سعودی با شخصیت واقعی عبدالمجید النمر مطابقت ندارد، چرا که او از شیعیان منطقه عوامیه بوده و همین امر باعث ایجاد تردید در صحت اتهامات علیه وی می شود. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی همچنین اشاره کرد که عبدالمجید النمر در لیست افرادی که در معرض خطر اعدام بودند قرار داشت و دولت جسد او را مخفی نموده و از اعلام محل دفن او جلوگیری می کند و علاوه بر آن از برگزاری مراسم ترحیم او جلوگیری می نماید که تمامی این رفتارهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری بر دامنه رنجی که خانواده های قربانیان تجربه کردند می افزاید. لازم به ذکر است که عبدالمجید النمر در تاریخ 18 آوریل 2018 دستگیر شد. وی پسر عموی شهید شیخ نمر باقر النمر است که در ژانویه 2016 توسط مقام‌های سعودی اعدام شد. از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جوادی سلام و عرض ادب. آقای جوادی، دلیل دوگانگی در رفتار حکومت سعودی که از یک طرف ادعای اصلاحات داره و از سوی دیگر اعدام شیعیان را افزایش داده چیه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و بینندگان این بخش خبری. ممنونم. و عرض تسلیت ایام گرامی داشته اربعین. عرض کنم خدمتون، قبلا هم یکی دو مرحله عرض کردم که در عربستان به نوعی همانند بعضی از کشور داخلی ما هم اختلافات است و هم که بعضی از وزارتخونه ها در اختیار حکومت نیست. ببینید اونجا آل وهاب، آل سعود به نوعی در کارهای همدیگه مداخله ندارن. وزارتخونه هایی که به آموزش و به مسائل دینی ربط داره در اختیار آل وهاب هست که از محمد ابن عبدالوهاب سرچشمه گرفتن و از جمله قوه قضاییه و وزارت کشور عربستان هم به صورت تقریبا 50% در اختیار دو طرفه. آل سعود که الان نماد بارز ایشون آقای محمد بن سلمان هست، اصلاحاتی رو در سیستم حکومت به دست گرفتن، اما از اون طرف آل وهاب و وهابیت که معروف هستند این حرکات رو انجام میدن. اعدام ها زیر نظر اونجا هست. البته این نافیه و در حقیقت برطرف کننده مسئولیت دولت عربستان در این خصوص نمیشه و باید حتما موضع مناسبی رو اخذ کنن. اما
شهید عبدالمجید النمر کسی نبود که فعالیت تروریستی داشته باشه در جهت اشاعه و پیشرفت تفکر برتر تشیع در عربستان کار میکردن در منطقه قطیر، و فردی که 5 سال خورده ای در زندان سعودی تحت نظر اونها بوده و سابقه ای هم به عنوان اینکه ایشون در رابطه با القاعده و همکاری با القاعده فعالیتی داشته قبل از این نبوده. این نوع اعدام مشکوک و عدم تحویل جسد، جلوگیری از مراسم، خب به هر حال تبادل در ذهن انسان میکنه که حتما مسائل سیاسی هست. اختلاف اساسی تفکر وهابیت تندرو و تشیع باعث به وجود آمدن این اعدام شده و ما این رو محکوم میکنیم. امیدواریم که حکومت عربستان، یعنی دولت عربستان، موفق بشه در برخورد با وهابیت. من نکته ای رو اشاره کنم، قبلا وزیر کشوری داشتن به نام نایف عبدالعزیز که خوب ایشونو بن عبدالعزیز که ایشون رو از کار برکنار کردن. در مذاکره که با دوستان ما داشتن ایشون گفته بودن که به هر حال دستهایی که هست نمیذارن که من پادشاه بشم، و من اگر پادشاه بشم حتما ریشه وهابیت رو در عربستان خشک میکنم. و به هر حال تفکرات تفرقه انگیزی که در دنیا هست مانع از انجام این کار شد و ایشون رو برکنار کردن، و احتمالاً هم ایشون رو شاید از صحنه روزگار هم حذف کنن همونطور که از صحنه سیاسی هم دیگر. به هر حال باید توجه داشته باشیم به این نکته که مخالفین اصلاحات در عربستان باعث این کارها هستند، رسم و وهابیت. امیدواریم که خداوند روح این شهید بزرگوار رو در اعلی مرتبه علیین با امام حسین علیه السلام محشور کنه. بله، خدمتتون هستم اگر امری هست. ممنونم از همراهیتون، تشکر میکنم. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.